سلام و وقت بخیر، امیدوار هستم خوب باشید. یک جامعه بدون خبرنگار تبدیل به گورستانی از معلومات میشه و تاریک میشه از لحاظ معلومات، و متاسفانه هدف قرار دادن خبرنگاران در این اواخر باعث شده که اکثر کسانی که اهل رسانه هستند تصمیم بگیرند یا برای همیشه یا برای چند روزی افغانستان را ترک کنند. این دقیقا همان چیزی بوده شاید که مخالفین مردم افغانستان میخواستند، مخالفین آزادی بیان میخواستند. اما چه باید کرد؟ خبرنگاران با عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه بدون هیچ محافظت امنیتی در تیررس مخالفین قرار دارند و کم در این مدت نشنیدید از حوادثی که به جان خبرنگاران رخ داده. به همین خاطر من هم یکی از کسانی هستم که شاید برای مقطعی تصمیم گرفتم که در خارج از کشور زندگی کنم، اما وعده‌ای که به شما خواهم دادی بود که برخواهیم گشت و به مثل یک قهرمان قدم خواهیم برداشت و مبارزه خواهیم کرد و در راستای اطلاع رسانی به شما مردم افغانستان کوشا خواهیم بود. نمی ترسیم و اگر این سفر خارج از کشور را کسانی به گمان ترس بنگرند سخت در اشتباه هستند، اما محافظت از جان شرط است و ضروری است و واجب است، و مایی که نه موتر زرهی داریم و نه سلاحی بر دست نه پرتلهی بر تن و دشمنمان هم پنهان، هوشیارانه و عاقلانه نیست که در تاریکی قدم بر روی میدان ماین بگذاریم. شما دعا کنید تا روزی برگردیم و در کنار شما هموطنان عزیز در کابلی امن زندگی کنیم و کابل جایی باشه برای تمام کسانی که به آن خاک عهد و پیمان دارند. ما میتونیم در کنار یکدیگر در صلح زندگی کنیم، نه اینکه مثل ما در میدان هوایی بین المللی کابل در ترمینال پروازهای خارجی منتظر باشم که چه زمانی باید پرواز کنم و خاک خود، کشور خود، وطن خود را حتی برای مدتی ترک کنم. این دردآور است برای هر افغان.